آغاز کمپاین ملی نهالشانی با حضور مقام های ارشد امارت اسلامی در کابل. معاون سیاسی رئیس الوزراء در مراسم گشایش این کمپاین میگوید که غرس نهال حتمی است، زیرا افغانستان به شدت از تغییرات اقلیمی متاثر شده و با پیامد آن روبرو است. مولوی عبدالکبیر در کنار غرس بر نگهداری نهال، مدیریت آبها و حفاظت از جنگل ها در کشور تاکید میکند. او میگوید که زراعت در اقتصاد افغانستان نقش مهم دارد و باید میکانیزه شود. کرنه در افغانستان په اقتصاد کې اساسی رول لري. کرنه باید پیاوړی او میکانیزه شي. نوی وسایل، اصلاح شوی تخمونه او کرنیز محصولات ته د بازار په موندلو کې باید اړوند ادارې اساسی توجه وکړي. مولوی عبدالکبیر میگوید که تلاش ها برای انتقال آب پنجشیر به کابل جریان دارد و از مردم میخواهد که در مصرف آب مسئولانه عمل کنند. د کابل ښار په شمول اکثر ولایتونو او ښارونو کې د اوبو رسولو سیستم نشته دی. نن له همدې امله ده چې کابل د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دی. اسلامي امارت له پنجشیر څخه د اوبو د راجپور سیستم غور کړی او هیله من یو چې دا مهمه او حیاتي پروژه عملی شي. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در کمتر از 3 سال پسین 82 میلیون نهال در افغانستان غرس شده و در این کارزار هم قرار است 20 میلیون نهال دیگر در کشور غرس شود. او بر احیا و حفاظت از جنگل ها و اقتصادی کردن آن تاکید می کند و می گوید که 1200 تن دیگر در صف محافظان جنگل ها افزوده شده است. عطاالله مری از شهروندان کشور می خواهد که در نهالشانی سهم بگیرند و از نهادهای بین الملل هم خواستار همکاری با افغانستان در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی است. ما در همه 3 سال یعنی 82 میلیون از طریق وزارت زراعت توسط سکتور خصوصی اتحادیه‌ها به مردم تقدیم شده. از نهال مسمر گرفته تا به نهال‌های غیر مسمر و در بخش حفاظت جنگلات و در ارتباط جنگلات است. شاروالی کابل هم در نظر دارد که به منظور مبارزه با آلودگی هوا، گسترش ساحات سبز و ترویج فرهنگ نهالشانی 2 میلیون نهال غرس کند. کابل خروالی دیر زیاد لاستراوله لري. مستقل یو ریاست سرسبزی په نامه باندې مستقل یو ریاست لري. چې په اول کال دی امارت باندې لله الحمد 2 لک ونی نهال سوی د کابل په ښار کې. په دویم کال کې شپگ لکه نهال توزیسو. نهال شانی از یک سو محیط زیست را میتونه تحت تأثیر مثبت خود قرار بده و محیط زیست سالم میتونه باعث نشاط، سلامت، پویایی، تحرک و رونق اجتماعی شود. مقام های امارت اسلامی این را هم گفتند که صادرات میوه های تازه افغانستان در کشورهای منطقه در سال جاری افزایش یافته و انتظار می رود که در سال پیشرو بیشتر از این شود.